انقلاب اسلامی یک تهاجم فرهنگی بود به دشمن. انقلاب ما به تمام خطوط دفاعی فرهنگی دشمن چپ و راستش در سطح جهان به طور عام و در جهان اسلام به طور خاص عملیات کرده در این 30 سال و موفقیت های بسیار بزرگی به دست آورد. پیشروی کردیم، تا عمق اینا رفتیم. هر جای دنیا میرید با اغلب اینا، چه مردم معمولیشون چه به اصطلاح نخبگان و الیتشون، وقتی حرف میزنی میبینی که حرفای انقلاب اسلامی رو میفهمن. یه بچه واکسی سرب هیچ وقت من یادم میمیره اونجا بود، ما آمدیم اسکار اتوبوس سواب اتوبوس بشیم بریم زودتر، این تا با ما نگاه کرد و دید ریش و فلان نا نا، گفت که مجاهد، فکر کرد مثلا ما جز و اینایی که رفتیم اونجا و این چیزا، گفت اون آقا مجاهد کجا بوده، گفت کجایی هستیم، گفتم ایران، تا گفتم ایران بچه 14 ساله سرب مشتشو برد بالا گفت خمینی. وقتی استاد فیزیک هسته‌ای تو سودان در دانشگاه خارتوم در آفریقا میگه اگر شما از دستاوردهای هسته‌ای و سایر دستاوردهاتون عقب نشینی کنید به ما هم خیانت کردید، چون شما امروز پرچم اسلام و مسلم، پرچم مسلحفینی، ما همه حواسون به شماست، اینا یعنی چی؟ اینا یعنی تهاجم فرنگی ما به اونا. و کی میتونه انکار کنه استقرار جهان زیر خیمه آمریکا و سرمایه‌داری غرب رو انقلاب اسلامی در هم ریخت؟ کی میتونه انکار کنه که افسانه اسرائیل که برای همیشه دیگه ابدی شده بود توسط انقلاب اسلامی شکست؟ وقتی استاد مارکسیست هندو تو دانشگاه دهلی میگه که اگر آمریکا به شما حمله کنه من و دانشجویان میام کنار شما میجنگیم، وقتی تو دانشگاه توکیو رئیس دپارتمان ادیانش گفت ما ملت ما و ما هم مثل شماها شجاع نیستیم ولی شجاعت شماها رو تحسین میکنیم، اینا یعنی چی؟ اینا یعنی تهاجم فرهنگی ما به اونا. انقلاب یک حقیقت خدایی است، متکی به احساسات عاشقانه است، متکی به بصیرت است. این حرکت باید به قله‌های عالی اهداف انقلاب برسه.